برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسجد کوبه که به مسجد معجزه نیز معروف است، در میان مسلمانان و غیر مسلمانان ژاپن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان نماد مقاومت شناخته می شود. گفتنی است این مسجد در سال 1935 توسط مسلمانان تاتار و هندی که در شهر کوبه ساکن شده بودند ساخته شده است. لازم به ذکر است یکی از وظایف اصلی مسجد کوبه ایجاد پل‌های مستحکم برای پیوندهای فرهنگی و احترام متقابل بین ژاپنی‌ها و مسلمانان است که با برگزاری رویدادهای ماهانه به منظور معرفی عبادت اسلامی سبب گسترش و تقویت ارزش‌های دینی می‌شود. دولت هلند روز گذشته اعلام کرد قصد دارد اقداماتی را برای محدود کردن مهاجرت در ماه‌های آینده اجرا کند که از جمله این اقدامات توقف کلیه درخواست‌های جدید خواهد بود. گفتنی است این تصمیم چند روز پس از آن اعلام می‌شود که آلمان کنترل مرزهای جدیدی را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی آغاز کرد. دولت جدید هلند برای معضل پناهندگی وضعیت بحران ملی اعلام کرده و این وضعیت به دولت امکان می‌دهد اقداماتی را برای مهار مهاجرت بدون موافقت پارلمان انجام دهد. جاری شدن سیل در یمن زندگی بیش از 500,000 نفر را تحت شعاع قرار داده و بیش از 100,000 هکتار از اراضی این کشور را تخریب کرده و به تلف شدن 279,000 رأس دام منجر شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از شرق الاوسط، خسارات وارده به بخش‌های حیاتی در یمن در نتیجه سیل‌های ماه گذشته این کشور به تولیدات کشاورزی و دامی نیز سرایت کرده، به طوری که سازمان ملل اعلام کرده است حدود 100,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی نابود و 279,000 رأس دام تلف شده یا آسیب دیدند. از سوی دیگر گزارش سازمان خاربار کشاورزی فاو در خصوص تأثیر سیل‌های اخیر بر بخش کشاورزی یمن حکایت از آن دارد که بارندگی‌های شدید این کشور در ماه اوت گذشته در آستانه فصل پاییز خسارات شدیدی به جوامع و اراضی کشاورزی یمن در ارتفاعات غربی و مناطق کم ارتفاع وارد کرده است. بیمارستان و مرکز تحقیقات تخصصی قلب ملک فیصل در عربستان سعودی اولین عمل جراحی قلب کاملا روباتیک را انجام داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از اورشلیم پست، این عمل جراحی زیر نظر دکتر فراز خلیل رئیس بخش جراحی قلب و مدیر جراحی روباتیک انجام شد. لازم به ذکر است این گروه جراحی قبل از انجام عمل جراحی روی نوجوان 16 ساله‌ای که نارسایی قلبی داشت طی 3 روز 7 بار این عمل جراحی را به شکل مجازی تمرین کردند. بر اساس کشف جدید پزشکان ترکیه‌ای در دانشگاه‌های پزشکی آمریکا، پیش‌بینی دقیق‌تر طول زندگی و درمان مؤثرتر بیماران دچار تومور مغزی ممکن خواهد شد. دکتر اقدس سلین هارمانجی، استادیار دانشگاه پزشکی بایلور و دکتر عارف ازگون هارمانجی، عضو هیئت علمی دانشگاه تگزاس، به همکاری چندین همکار دیگر خود از ترکیه، موفق به یافتن روشی برای شناسایی بهتر سلول‌های سرطانی و پیش‌بینی دقیق‌تر طول زندگی بیماران مبتلا به تومور مغزی شدند. گفتنی است به گفته سرین با این روش می‌توان تغییرات مولکولی بیماران را پیگیری کرد و بدین ترتیب نیز امکان توسعه داروهای ویژه هر بیمار وجود دارد. در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور، به تازگی دبیر کل سازمان ناتو گفته است که وضعیت کنونی در افغانستان دردناک و فاجعه بار است.
همزمان گروهی از فعالان حقوق بشر نیز در یک بیانیه گفتند که طالبان به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت‌های ضد بشری ادامه می‌دهند. این اتحادیه گفته است طالبان نقض حقوق بشر را در افغانستان پیش از هر کشور دیگری آغاز کردند. سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به افزایش مبتلایان به آبله میمونی در آفریقا اولین مجوز خود را برای استفاده از واکسن ضد MPOX برای بزرگسالان اعطا کرد. در همین راستا تدروس آدهانوم گیبریسوس رئیس آژانس بهداشت سازمان ملل متحد خواستار افزایش فوری تدارکات، کمک‌های مالی و گسترش توزیع واکسن در مناطق مورد نیاز شد. بر اساس گزارشات رسیده تا کنون 107 مورد مرگ و میر جدید در این کشور و 3160 مورد جدید ابتلا در هفته گذشته ثبت شده است. 1 میلیاردر آمریکایی به نام جورد آیزاکمن اولین فرد غیر حرفه‌ای شد که در یک پیاده روی فضایی با نمای شگفت‌انگیز از کره زمین شرکت کرد. پیاده روی فضایی به عنوان یکی از خطرناکترین فعالیت‌هایی که یک فضانورد می‌تواند در مدار زمین انجام دهد شناخته می‌شود. جورد آیزاکمن میلیاردر 41 ساله پس از خروج از کپسول فضاپیمای SpaceX نام خود را در فهرست کوچک افرادی ثبت کرد که موفق به انجام پیاده روی فضایی شدند. فهرستی که تا پیش از این فقط شامل فضانوردان حرفه‌ای بود. تحقیقات جدید در کالیفرنیا که بر روی چندین نسل از خانواده‌های مکزیکیال اصل ساکن کالیفرنیا انجام شد نشان می‌دهد نوجوانانی که در خانواده‌های حامی و عاطفی بزرگ شدند بزرگسالانی مهربان‌تر هستند. بر اساس این تحقیقات نوجوانی که از حمایت عاطفی خانواده و دوستان برخوردار باشد در بزرگسالی فردی مهربان، اجتماعی و همدل می‌شود که می‌تواند آینده ایده‌آل را رقم بزند. نویسنده اصلی مطالعه پول هستینگرز، استاد روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا دیوسیس، طی اظهاراتی گفت این گروه از نوجوانان در بزرگسالی همدلی و مثبت‌اندیشی را نسبت به دیگران نشان می‌دهند و ما باید به جوانان کمک کنیم تا به عنوان بزرگسالانی مهربان و مثبت‌اندیش تربیت شوند. تحقیقات نشان می‌دهد که کووید 19 می‌تواند تأثیرات قابل توجه و طولانی مدتی بر سلامتی مغز داشته باشد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از بلومبرگ دانشمندان میگویند تأثیر کووید با علائمی مانند مه مغزی، افسردگی و کندی شناختی که ممکن است نشانه های اولیه از افزایش بیماری های زوال عقل و دیگر اختلالات روانی باشند مورد مطالعه قرار میگیرد. مطالعات به آسیب‌های مغزی و اثرات پیری به ویژه در ناحیه بویایی حتی در موارد خفیف اشاره دارند. تأثیرات کووید شامل خطرات احتمالی برای ابتلا به بیماران پارکینسون و تشدید علائم بیماری آلزایمر نیز است.